پدر حقوق بشر و رابینسون کروزو. دیدگاهی از استاد امیر طاهری که به تحریریه ایندیپندنت فارسی فرستاده است. در حالی که سخن از تغییر در ایران در کریدورهای قدرت و مجامع سیاسی داخل و خارج توسعه می‌گیرد، کوشش‌هایی نیز برای هدایت این تغییر احتمالی یا شاید فرضی آغاز شده است. بعضی از این کوشش‌ها که غالباً از حمایت قدرت‌های بیگانه یا گروه‌های فشار در ایالات متحده و اروپا برخوردارند، ایران را صفحه سفیدی می‌پندارند که می‌توان ناکجا آباد دلخواه را بر آن رسم کرد. اما این کوشش‌ها دیر یا زود با این واقعیت برخورد می‌کنند که در ایران امروز دو گفتمان سیاسی در برابر یکدیگر قرار دارند. گفتمان مشروعه ولایتی و گفتمان پادشاهی مشروطه که اولی در حال عقب نشینی و دومی در مسیر پیشرفت است. بدینسان مبلغان صفحه سفید با یک انتخاب روشن میان دو گزینه شناخته شده روبرو هستند. اما انتخاب هر یک از آن دو به معنای کنار گذاشتن آرمان‌های ناکجا آبادی لااقل برای دوران گذار از برزخ کنونی است. کاری دشوار و دردناک. برای گریز از این انتخاب، کوشندگان مورد بحث گاه گاه گزینه‌های دیگری را مطرح می‌کنند. یک همیهن مقیم اوکلاهاما تشکیل یک مهستان را پیشنهاد می‌کند. الگویی که در افغانستان نیز به شکل لوی جرگه آزموده شد و در عراق عنوان ربطه داشت. در این الگو نمایندگان اشایر و قبایل، اصناف، احزاب و گروه‌های سیاسی دور هم جمع می‌شوند تا برای ترسیم نقشی بر صفحه سفید به توافق برسند. البته مبلغان این راه حل فراموش می‌کنند که الگوی مهستان، لوی جرگه و ربطه نیازمند اشغال نظامی کشور از سوی قدرت بیگانه است، چیزی که هنوز در ایران اتفاق نیفتاده است. بعضی مخالفان قانون اساسی مشروطه از سوی دیگر میگویند ما نیازی به قانون اساسی نداریم. مگر انگلستان و اسرائیل بدون قانون اساسی زندگی نمی کنند؟ گروهی دیگر از مخالفان مشروطه میگویند رضا شاه دوم یا به قول آنان والا حضرت عده‌ای را مأمور کند که یک قانون اساسی بنویسند یا حتی یک دولت موقت تشکیل بدهند، به شرط آنکه قانون اساسی مشروطه کنار گذاشته شود. به عبارت دیگر، رضا شاه دوم میبایستی مشروعیتی را که در چهارچوب مشروطیت دارد رها کند و در پناه مشروعیتی که فعالان سیاسی به او میدهند به عنوان رهبر به میدان بازگردد. یکی از مخالفان مشروطه میگوید قانون اساسی مشروطه به دیکتاتوری میانجامد، اما در همان حال از رضا پهلوی دعوت می کند که نقش دیکتاتور را بر عهده بگیرد. به عبارت دیگر، مسئله چیزی جز دشمنی با مفهوم پادشاهی، آن هم خلاصه شده در دشمنی با محمد رضا شاه نیست. او می افزاید من به رضا پهلوی وکالت داده ام و هر کاری که بگوید خواهم کرد. به عبارت دیگر، ما چاکرتیم به شرط آنکه شاه نباشی و میراث فرهنگی سیاسی ملت ایران را که در انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن تجلی یافت را کنار بگذاری. در ماه‌های اخیر آنچه ریزش از نظام جمهوری ولایتی خوانده می‌شود شدت گرفته است، اما این ریزش‌ها نیز با مشکل بزرگی روبرو هستند. پذیرش بازگشت به پادشاهی مشروطه برای دوران گذار یا عرضه یک چهارچوب قانونی متفاوت برای گریز از تکرار تجربه مرگبار 1357 و ظهور یک ولی فقیه جدید در لباسی تازه. بعضی ریزشی‌ها در چند گفتگوی اخیر پیشنهاد می‌کنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان قانون اساسی برای دوران گذار بپذیریم. این همیهنان شاید نمی‌دانند که اعلامیه جهانی حقوق بشر از 74 سال پیش با تصویب مجلس شورای ملی جزو مجموعه قوانین نظام مشروطیت ایران بوده است و هنوز هست. گردانندگان جمهوری اسلامی بارها در مذمت این اعلامیه ها سخن گفتند،
اما اقدامی برای لغو قانونی آن انجام ندادند. دکتر منصور فرهنگ، نماینده آیت الله خمینی در سازمان ملل، این موضع‌گیری رژیم نوظهور را تأکید کرد. پس از او دکتر محمد جواد ظریف همان نظر را چنین عرضه داشت: اعلامیه جهانی حقوق بشر یک تعبیر عرفی از سنن یهودی مسیحی است و برای مسلمانان قابل اجرا نیست. با این حال، علارغم اظهار نظر دو دیپلمات اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز در ایران جنبه قانونی دارد، در حالی که هرگز اجرا نمی شود. بر حسب تصادف، این ماه، یعنی ماه مه جاری، یادآور کنفرانسی است که در سال 1968 میلادی به مناسبت 20مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به دعوت ایران در تهران برگزار شد. در آن کنفرانس با شرکت تمامی اعضای سازمان ملل در آن زمان بحث‌های گسترده اما عمیقی درباره مفهوم حقوق بشر و پایایی اعلامیه از دید ارزشی صورت گرفت. یکی از بحث‌های مهم دور این محور شکل گرفت. در زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته می‌شد، سازمان ملل فقط 58 عضو داشت. در کمیسیون حقوق بشر سازمان در آن زمان فقط 18 کشور عضو بودند. سپس یک گروه 10 نفره مأمور نوشتن اعلامیه شدند. در آن گروه بریتانیا همراه با کانادا و استرالیا و آفریقای جنوبی بزرگترین بلوک را داشت. ایالات متحده با تعیین خانم الینور روزولت به عنوان رئیس، رهبری ارکستر را بر عهده گرفت. اتحاد شوروی یک حضور نمادین داشت و سرانجام نیز روشن کرد که مفهوم غربی حقوق بشر در نظام دموکراسی پرولتاریایی پذیرفتنی نیست. هند تازه استقلال یافته، با آنکه دومین کشور پرجمعیت دنیا بود، ناظری بیش به شمار نمی رفت. چین پرجمعیت ترین کشور جهان در آن زمان درگیر جنگ داخلی بود و نماینده اش دکتر چانگ از سوی دولت متزلزل ژنرال چیانگ کایشک تعیین شده بود. آمریکای مرکزی و جنوبی با نماینده‌ای از شیلی که در آن زمان زیر سلطه عملی واشنگتن بود حضور داشت. نماینده‌ای کشورهای به اصطلاح اسلامی دکتر شارل مالک، فقیه یسوعی از لبنان بود. فرد کلیدی جریان رنه کاسن نماینده فرانسه بود که متن کلیدی اعلامیه را نوشت. کاسن در کنفرانس تهران نیز حضور داشت. در آنجا بود که با او مصاحبه کردم. حقوقدان فرانسوی در جنگ جهانی اول مجروح شده بود و در جنگ جهانی دوم 26 عضو خانواده اش را در هولوکاست از دست داد. پس از جنگ به ریاست سازمان جهانی اسرائیلی برگزیده شد و پدر حقوق بشر لقب گرفت. در مصاحبه کاسن پذیرفت که کل روند اعلامیه نویسی نکات تاریکی داشت. نخست، آیا عضویت آفریقای جنوبی، کشور آپارتاید که البته در آن زمان هنوز رسمیت پیدا نکرده بود اما در عمل اجرا می شد، شگفت‌آور نبود؟ کوشش‌های دکترین چونچانگ برای دادن یک طعم کنفسیوسی به اعلامیه نتیجه ای جز لبخندهای تمسخرآمیز به سختی پنهان شده نداشت. برخلاف تصور آقای ظریف، کوشش دکتر مالک نیز برای پررنگ کردن جنبه مسیحی اعلامیه با نقل قولهای فراوان از القدیس توماس آکویناس نیز به جایی نرسید. اما شاید داغ‌ترین بحث در کنفرانس تهران پیرامون این پرسش بود: آیا یک نظام حقوق بشری بدون یک نظام مسئولیت‌ها یا وظایف بشری کامل خواهد بود؟ نظامی که خرد انسان را در متن جامعه انسانی، نه به عنوان یک موجود انتزاعی قرار می‌دهد. هواداران تز وظایف بشری این گفته جان کندی، رئیس جمهوری مقتول ایالات متحده را به شکل‌های گوناگون عرضه می‌کردند. نپرس که کشورت برای تو چه کرده است، بپرس تو برای کشورت چه کرده ای؟ مخالفان این تز می گفتند شعار جان کندی راه را برای دیکتاتوری باز می کند، زیرا حق خرد انسانی را برای چالش حکومت در لباس کشور کنار می گذارد. کاسن رابطه فرد و جامعه را پیچیده می دید و اعتقاد داشت که در نهایت امر آنچه اهمیت دارد
عزت و کرامت انسانی است، نه شکل جامعه. خداوند آدم و سپس حوا را به عنوان افراد آفرید و در آن زمان جامعه‌ای وجود نداشت. به عبارت دیگر، تعیین حقوق فرد مقدم بر تعیین وظایف او در قبال جامعه است. این توضیح کاسن البته مسائل پیچیده تری را مطرح می کند. آفریدگار حقوق آدم و حوا را صرف نظر از زندگی در بهشت تعیین نمی کند، اما برعکس بر وظایف آنان به ویژه خودداری از خوردن میوه ممنوع تاکید دارد. آدم و حوا به جرم عدم اطاعت از آن وظایف به هبوط محکوم می شوند. از سوی دیگر شیطان به جرم اطاعت از فرمان الهی یعنی سرخم کردن در برابر هیچ موجودی مگر خالق متعالی محکوم و مجازات می شود. بحث داغ دیگر پیرامون مسئولیت تأمین و اجرای حقوق اعلام شده بود. رابینسون کروزو در جزیره خود از آزادی بیان، تشکیل اتحادیه ها و احزاب، گزینش محل اقامت و در واقع تمام 30 حق ارائه شده در اعلامیه برخوردار است. اما او چگونه میتواند از این حقوق استفاده کند؟ استفاده از حقوق یعنی آرمانهای دلانگیز اعلامیه نیازمند یک چهارچوب اجتماعی است که با خانواده آغاز میشود. از عشیره و قبیله میگذرد و به شهر و کشور میرسد. در اینجا به یک مشکل دیگر میرسیم. چگونه میتوان حقوق اعلام شده را صرف نظر از ساختار اجتماعی، میراث فرهنگی و تجربه تاریخی اقوام و ملل گوناگون به مرحله اجرا رساند؟ آیا عبارت با در نظر گرفتن ساختارها، میراث‌های فرهنگی، تجربه تاریخی و در یک کلام هویت‌ها مناسب‌تر نیست؟ با پیام محمد رضا شاه به کنفرانس، هیئت ایرانی خواستار توجه به حقوق اقتصادی ملل شد، به ویژه حق توسعه و تأمین رفاه و امنیت مادی شهروندان. کاسن و دیگر کارشناسان حقوق بشری احتمالاً حتی اوتانت دبیر کل وقت سازمان ملل متحد مخالف این نظر بودند. کوشش تهران و تعداد دیگری از کشورهای در حال رشد سرانجام در متن زیر به عنوان منشور تهران عرضه شد. با اصرار کاسن، گروه حقوق بشری و مقامات سازمان ملل این متن از واژه اعلامیه استفاده نکرد و به عنوان منشور محدود ماند. پس از آن نیز سازمان ملل به طور تلویحی منشور تهران را به بایگانی فرستاد، زیرا بی آنکه هرگز آشکارا بپذیرد، آن را کوششی برای باز تعریف اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانست. با این حال منشور تهران بیانگر واقعیات، نیازها و خواستهای اکثریت کشورهایی است که تبیین حقوق ملل را مکمل اعلامیه جهانی حقوق بشر می دانند. برگردیم به بحث امروز درباره ایران. هم اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم منشور تهران جزو قوانین دوران مشروطیتند و همراه قانون اساسی 1906 و متمم‌های آن، قانون جزای ایران و بیش از 7 دهه تجربه و خطا، چارچوبی نیرومند برای کمک به میهنمان برای دوران گذار با انتقال تاریخی عرضه می‌کنند. دشمنی با محمد رضا شاه خود بزرگبینی های گاه مضحک، وسوسه اسم ها یا اسم ها و موضع گیری های شتاب زده و غالبا ناشی از کمبود آگاهی های تاریخی و سیاسی سبب می شود که نیروهای خود را در مبارزه علیه مشروطه به کار گیریم. تورم در نوشتن قانون اساسی کل این مفهوم را بی ارزش می کند. یک شاعر طنزسرای ما می گوید اگر در گذشته از یک پیکان برای هر ایرانی می گفتند، حالا با یک قانون اساسی برای هر ایرانی البته در تبعید روبرو هستیم. سرانجام باز باید یادآور شد که در این مرحله حساس از نبرد مردم ایران برای آزادی و کرامت انسانی در چهارچوب قانون انتخاب ما بین مشروطه و مشروعه است و مخالفت با هر کدام به معنای حمایت از گزینه دیگر است.
تنها با بازگشت مشروطه میتوان دیگر گزینه‌ها را در متنی از آزادی‌های سیاسی و ثبات نهادها مطرح کرد.